سلام واسه امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز قراره چیزایی که برای بلک فرایدی خریدم واسه خودم با هم باز کنیم و کیف کنیم. اصلی ترین چیزی که خریدم یه دوربین سونیه واسه ولاگ گرفتم. خیلی دوست داشتم این دوربینو بخرم. بعد پارسال هم تخفیف خورده بود یادم، اون موقع پول نداشتم نتونستم بخرم. امسال خریدمش ولی امسال هم پول نداشتم، با مسترکارتم خریدم، باید یک خورد پسش بدم. بعد دیگه خریدم، خیلی دوست داشتم این دوربینو بخرم، سونی ZV-E10. چیزایی که توی دوربین هست، چیزایی که توی باکس هستش، این اقلام هستش، یه کارت SD داره، یه کیف، یه دوربین و لنز کیت روش هستش. یه سری چیزای دیگه هم خریدم که آخر ویدیو هم اونا رو باز میکنیم و نشونتون میدم که کلان چه چیزایی واسه بلک فرایدی خریدم. یه کاپشن هم خریدم نشون بده. خدایی این چند روز همش شیطون بولم میزد پاشو باز کن، بعدم دوباره تست میزنی پیش بچه آنباکس میکنی، ولی تعمل کردم دیگه. خب این دوربین چند سال پیش معرفی شد، بغلاش هم کلونک داره و دوربین مخصوص ولاگ گیری هستش، ولاگ هستش واسه یوتیوبرا. اینجوریه توش، بکنم این دوربین بدنه دوربینه، این بذار درش بیارم. آره این بدنه دوربینه، این برم بکنم کیفش باشه و کیفش هم در میاریم، بکنم چیزی توش باشه، بذار توش هم نگاه کنم زود شاید اون SD اینا توش باشه. نه توش خالیه، بذار واسه دوربین و لنز داره و حالا بغلش اینا. خیلی خوب، کیف خوبیه واقعا، خدایی مال سونیه دیگه، کیفیتش خوب. بذاریم بغل، بریم اصل کاری دوربین رو باز کنیم. خیلی سوخته، این اولین دوربین از عمر من ها. من هیچ وقت دوربین حرفه‌ای، حالا اینم زیاد حرفه‌ای نیست، دوربین نداشتم تو زندگی، ولی همین یه ذره خیلی سوخته. کشویه، این بره اونجا. واسه ستاپ یوتیوب هم، واسه بلاگ، واسه ویدیو گرفتم توی خونه، فقط نور ندارم، یعنی دوربین رو خریدم، میکروفون هم خریدم، با هم بازش میکنیم، اونم نشونتون بدم. یه میکروفون سونی حرفه‌ایشو خریدم، خوبشو. قرار مورد قیمتشو اینا سب کن، اینو باز کنم بعد قیمتش اینا رو میگم. این قیمت هسته شده ده 860-850 یورو توی آمازون هستش با این کیت لینز و اینا، و آمازون تخفیف زده بود شده بود 680 اینا، خیلی دفترچه داره. ولی من از اپلیکیشن آیدیالو استفاده کردم که همه سایت ها رو میگرده و پایین ترین قیمت رو براتون میاره، و میدیا مارک تخفیف خوب گذاشته بود، شده بود 550 یورو و من اینو تونستم 550 یورو بخرم. اولش خواستم قسطی بخرم، ریجکت شد قسطم، یعنی گفت به شما تعلق نمیگیره به صورت قسطی، نمیدونم حالا به خاطر اقامت، نمیدونم در مورد چی. واو ساتس، واو حالا بعدم ویدیو میگیرم ازش، حالا یه ویدیو جدا در مورد این دوربین میگیرم و توضیح میدم که چه جوری هست. میدونم البته خب تو یوتیوب پر از ویدیوهای آنباکسینگ و توضیحات در مورد این دوربینه. نظرت روشن میشه الان؟ نه شارژ نداره. نمیدونم باتریش روشه یا من باید باتری بخرم. باتریش اینجاست، بکرم باتریش خالیه، باتری نفرستادم حفظش بذارم بهش. باتریش هم اینجا هست برا، ببینم دیگه چی رو داره. شارژر داره، این شارژر باتریشه، دو تا باتری داره. واقعا از اینا بعید دو تا بفرستن ها. بکنم باتریشه، ببینم این چیه. این آداپتورشه واسه شارژ کردن، که از این بر USB-C بهش، Type-C USB به Type-C باید بهش وصل کنی و دوربین رو شارژ کنی، این برش هم وصل میشه به اون، به این. و این هم باتریش خیلی کوچولو، نمیدونم فکر کنم باتری نداشته باشه، بعدا امتحانش میکنم. حتی باتریش خالیه، میزنم شارژ آخر ویدیو دا بازش کنیم با هم دیگه. یه بندم داره که بندازی توش چیزای زیاد. تایپ سیش هم گذاشتم، من دیگه فکر کردم اینو باید خودم بخرم. همه چیزش کامله، دمشون گرم خدایی، یعنی این اپل نیستن که شارژر نفرستن، نمیدونم باتری نفرستن، وسایل رو حذف کن، همه چیزش روشه. چقدر مثلا سنگینه یه ذره چیز، شاید لنزش سنگینه، حالا بعدا چکش میکنیم. بریم سراغ وسیله بعدی، میکروفون. میکروفون رو باز کنیم، اینو بذارم کنار.
میکروفون سونی خریدم اینم که خب این میکروفون مدل ECM B10 هستش و چند تا ویژگی خیلی خوب داره. یکی این که باتری نمیخواد، لازم هر بار مثلا اونایی که باتری میخوان یا روشن خاموش میکنی خیلی وقتا یادت میره که میکروفون رو روشن کنی، خیلی وقتا باتریش تموم میشه و خیلی چیزای دیگه. این اصلا پولومب نداشتم، اینجوری باز شد توی کیفه و همین روی این سوار میشه، روی دوربین، این قسمت دوربین سوار میشه. اینا تنظیماتشه که بستگی داره که چه نوع ویدیویی میگیری فوکوس میکروفون رو مشخص میکنه یه سریاش، و حالا یه سریاش قدرت دریافت آدیو رو مشخص میکنه و غیره. این شکلی زیرش سیمینا داره، نقطه اتصال داره. خدمت شما ستاپ جدید من از ویدیو بعدی، کیفیت ویدیو میره بالاتر، خب هم صدا هم تصویر. آه بذار گیمبالم هم نشونت بدم، یه گیمبال حرفه‌ای خریدم از پارسال استفاده نکردم، بذار نشونت بدم. معلوم شد من زیر شلواری تنم نه؟ عیب نداره، شما که غریبه نیستی. یه صبح زوده، البته من تازه بیدار شدم، صبح زود که نیست، ساعت 12:30 ولی به هر حال این گیمبال، یک گیمبال حرفه‌ایه. آنو استفاده نه، یه دونه ویدیو باهاش گرفتم از شهرمون ولی استفاده آنو درست حسابی ازش نکردم. هیچی، فقط خواستم اینم نشونتون بدم، حالا دفعات بعد که با اینم ویدیو میگیرم خود اینم نشون میدم و یه سری شاید توضیحاتم دادم اگه دوست داشتین. مدلش ویبیل، ویبیل لب 3 هستش فکر میکنم، برند یه برند چینیه. حالا می نویسم توی این قسمت یه جایی از ویدیو می نویسم. اینم چیزشه، مدلشه، وی بیلت نمیدونم چی چیسته و هیچ دیگه، همین ستاپش می کنم بعدا نشونتون بدم. بریم چون ویدیو داره طولانی میشه، بریم بقیه چیزا رو باز کنیم زود نشونتون بدم. ناهارم رزا مهمونم باید زود برم. در مورد قیمت دوربین که گفتم 550 یورو خریدم، در مورد میکروفون 200 خورده یورو بود ولی با تخفیف بلک فرایدی و یه ووچر 40 یورویی، یعنی بعد اینکه حالا تخفیف بلک فرایدی خورده بود یه ووچر 40 یورویی هم به من داده بودن، حالا گرفتم و 120 یورو خریدمش. یک گرایندر آسیاب قهوه هم خریدم. من اسپرسو ساز ندارم و از اون موکاپاتا دارم و گریندرم برقیه، از اون ارزون 12 یورو اینا خریده بودم که برقیه میذاری و میچرخه گرین میکنه و خب اون خوب نیست دیگه، یه دست نمیشه کافی. اینو از یه سایت چینی به نام تیمو خریدم و ولی بهترین و گرونترینش رو زنی سفارش دادم، قیمت اصلی 60 خورده یورو بود، من خریدم 35 یورو با تخفیفی که داشت. قصد بندش اینجوری بود، اینم اونجا بود. توضیحاتش نوشته بود که فلزی حساب کنیم، یه دونه این داره، ها یه دونه براش داره، همین سه تاست. این هم که روی این سوار بشه، بذار وست کنم. آره فلزی، نه اصلا مشخص و کیفیتش خوبه، خدای چینی هم باشه کیفیتش خوبه. آه اینجا تنظیم میکنی درصد ریزی و درشتی قهوه رو، چه برای مثلا میخوای اسپرسو بزنی یا مثلا یه نوع قهوه دیگه درست کنی، قهوه رو از این بالا میریزی بعد اینو پرتو بگمون مادر پرتو قهوه رو که ریختی این مخزنشه میبندیم و گرین میکنیم. انشالله قهوه هایی که هزینه بعد میسازیم با این گرین کردیم کافی شد. اینا رو الان من هر کدومش یه طرفه دوباره گم میکنم، من همش رسائل رو گم میکنم، سر خدا گم نشین فعلا. ویدیو رو بگیرم. آها یه ادکلون هم خریدم، خواستم نشونت بدم، بزنم باز نکردم فعلا. ادکلون قبلیم خیلی خوب بود، پاکورابان اینوکتوس بود، دیگه گفتم یه تنوعی بدم، اون داشت تموم میشد آخراشه، یعنی تهش یه 20 میلی اینو مونده، یعنی زیاد نمونده. این هم یه اتکلون باس پاسیفیک اوشنه، پاسیفیک 100 میلیش هستش. حالا بریم باز کنیم. اینو توی دوگلاس من بو کرده بودم، یعنی پسند کرده بودم، خوشم اومد ازش و اومدم واسه بلک فرایدی سفارش دادم، سه روز پیش رسید دستم. جعبش خالی، اینم شیشه هست. بذار باز کنم.
الان میخوام مهمونی برم از همین میزنم. یه رایحه خنک خوب داره، یعنی من عاشق رایحه‌های اینجوری دریایی طور خنک. واقعا خیلی خوب، خدایی خیلی خوب، پیشنهاد میدم اینو. اینو چند خریدم؟ عمل قیمت ها رو گفتم. اینو قیمت اصلش نمیدونم دقیقا خدایی چقدر بود. من از همین سایت اپلیکیشن آیدیل استفاده کردم، کمی سایت ها رو بگرده و ارزون ترین رو بده. از سایتی که خریدم اسمش نوننتو بود، یه همچین چیزی بود که خریدم 55 یورو. آره 55 یورو، ولی قیمت اصلش بکنم 80-90 یورو اینا باشه. به هر حال خوب خریدیم. اینم چند تا لباس و چیزهای خورده ریزم خریدم، ولی کاپشنم رو بذار نشون بدم. حالا بقیه چیزا تیشرت اینا مهم نیست، بعد کاپشن رو نشون بدم. خب اینم کاپشن زنگی من، قشنگه، کتان آدزنسش. اینم از تیمو خریدم، خدایی نمیدونم نگهش دارم یا نه، ولی کاپشن گرمیه، ولی نه اینقدر گرم که واسه این زمستون که الان خیلی سرده این جواب نمیده. کاپشن خودم میپوشم و قبل اینکه بپوشم خب باید تصمیم بگیرم میخوام نگهش دارم یا نه، و حالا ببینیم چی میشه. خب بچا این بوده ویدیو امروزمون، امیدوارم خوشتون اومده باشه. فقط خواستم چیزی که خریدم با هم باز کنیم و مثلا آره دیگه همین، و شما هم ببینیم. بعد اگه سوالی چیزی در مورد این چیزا داشتیم، مثلا دوربین خوشگلم، بپرسین حتما. ان شاءالله یه ویدیو میخوام در مورد سونی بگیرم در مورد خودش. از ویدیوهای بعدی هم ان شاءالله دیگه کیفیت تصویر میره بالا قشنگ. آره چی فکر کردی؟ بزنم شارژی امتحان کنی؟ آه.